برای اینکه باب این صحبت رو با یک نمونه از اشکالاتی که الان ما باش روبرو هستیم رو باز بکنیم، برمیگردیم به مسئله موفقیت طالبان در اشغال کشور همسایه ما افغانستان و تأثیر پیروزی طالبان در افغانستان بر روی کشور ما. این سوالی است که در اکثر رسانه ها از افراد صاحب نظر و متخصص در امور مسائل سیاسی پرسیده میشه و هر کدام از آنها نظر خودشون رو میگن. برای همطور که عرض کردم شروع این بحث، اجازه بدید که ویدیویی رو با هم ببینیم که مربوط میشه به جایزه حقوق بشر که از طرف کانون حقوق بشر در ایران که مؤسسین این کانون یا هسته اولیهشون در سال 1380 یعنی حدود 20 سال پیش توسط خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی به وجود اومد. البته بعدها دوستان دیگری به این کانون پیوستن، از جمله خانم نرگس محمدی. در سال 2016 اگر اشتباه نکنم، این جایزه از طرف این کانون به کسی داده میشه به نام مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید از روحانیون برجسته سنی است که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. از محبوبیت بسیار بالایی بین همیهنان ما در این استان برخورداره. قدرت و توانایی های بسیج عمومی بیش از حدی رو داره، تا جایی که در طی تمام این سالها در دوره‌های مختلف با دولت‌هایی که در ایران بر سر کار اومده همکاری بسیار نزدیکی داشته. فرق هم نمی‌کرده برای ایشون چه اصلاح طلبان بر سر کار باشند چه به اصطلاح اصولگرایان، و به همین خاطرم ایشون در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مردم سیستان و بلوچستان رو تشویق میکرد که در انتخابات شرکت بکنه. و اگرچه بسیاری معتقد هستند و معتقد بودند که مولوی عبدالحمید از طرفداران اصلاحات در ایران هست، اما در همین دور آخر انتخابات تا همین 2 ماه پیش ایشون به مردم بلوچستان اعلام کرد و از اونها خواست که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به شخص جنایتکاری مانند رئیسی رأی بدن. و این اتفاق هم افتاد، چون حرف شنوی همیهنان سیستانی و بلوچستانی ما از آقای مولوی عبدالحمید بسیار بالاست. در برنامه امشب در ابتدا میخواهم چهره واقعی مولوی عبدالحمید رو به شما معرفی بکنم، اما پیش از این اهمیت داره که بدونید خانم شیرین عبادی و کانون حقوق بشر در ایران حدود 6 سال پیش به چه دلیل جایزه به اصطلاح حقوق بشر رو به مولوی عبدالحمید داده. به خاطر این مصاحبه‌ای که در اون زمان خانم شیرین عبادی در این رابطه کردند رو با هم می‌بینیم. در ایران جایزه سالانه کانون مدافعان حقوق بشر به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اهدا شده. کانون مدافعان حقوق بشر از این روحانی به خاطر الگوسازی مناسب از زیست مسالمت آمیز توأم با فعالیت علنی و شفاف تقدیر کرده. در بهمن ماه سال گذشته افراد مسلح گروه جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را در نزدیکی مرز ایران و پاکستان ربودند که به دنبال آن مولوی عبدالحمید برای آزادی این گروگان‌های ایرانی میانجیگری کرد.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر با ماست. خانم عبادی، گفتید دلیل اینکه این جایزه اعطا شده عملکرد شفاف مولوی عبدالحمید بوده. ممکن روشن‌تر بگید دقیقاً او چه کرده که کانون مدافعان حقوق بشر او رو به عنوان برنده جایزه امسال انتخاب کرده؟ از سال 1386 ما به یک تلاشگر حقوق بشر در ایران جایزه میدیم و فعالیت‌های او رو به همه ارائه میکنیم. مولوی عبدالحمید به مناسبت اینکه سعی در آرام کردن منطقه بلوچستان داره و سیستان و همچنین با توجه به اینکه علارغم فشارها و ستمهایی که حکومت بر او و خانوادش روا داشته به هیچ وجه دست به خشونت نزده و همواره مردم رو به آرامش دعوت کرده و اینکه تلاش میکند برای رفع تبعیض فرهنگی و مذهبی مردم بلوچ، بسیار مورد احترام مردم بلوچ و همچنین آزادی خواهان ایران است و به همین دلیل جایزه امسال کانون مدافعان حقوق بشر به اتفاق آرا به ایشان تعلق گرفت. از این بابت من سپاس خود را به مولوی عبدالحمید اعلام می‌دارم. همونطور که گفتید از سال 86 تا به حال کانون مدافعان حقوق بشر این جایزه رو اعطا میکنه. کسانی که این جایزه رو تا به حال گرفتن از اسمشون رو میخونم: حسین علی منتظری، آیت الله حسین علی منتظری، عزت الله صحابی، امیر عباس امیر انتظام، محمد ملکی و تقی رحمانی بودن. فکر نمیکنید که همه این افراد به یک طیف خاص فکری نزدیک هستن؟ به هیچ وجه. مولوی عبدالحمید چه ارتباطی با آقای امیر انتظام داره؟ این است که ما تلاشمون این است به افرادی بدهیم که هم خودشون در فشار بودند، خودشون تحت ستم بودند، اما تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند که پیروانشون رو به خشونت دعوت بکنند، ضمن اینکه برای حق طلبی مردم تلاش کردند، صدمات فراوانی هم دیدند که از جمله برنده جایزه امسال که چند نفر از بستگانش صرفا به خاطر قرابت نسبی و سببی با ایشان زندان رفتند. میدونیم که به هر حال مولوی عبدالحمید از کسانی هست که خود او هم تحت فشار قرار گرفته ظرف سالهای گذشته به دلیل فعالیت‌هاش. فکر می‌کنید آیا این جایزه کمک می‌کنه به موقعیت او به عنوان کسی که در تلاش هست برای حفظ آرامش در منطقه، یا ممکن است که او رو بیشتر تحت فشار بگذاره؟ این جایزه کمک می‌کنه به شناساندن فعالیت‌های با ارزش و صلح‌طلبانه مولوی عبدالحمید، زیرا که ما کلیه اطلاعیه ها و کارهایی که میکنیم به دو زبان فارسی انگلیسی منتشر میشه و برای همه جا ما میفرستیم. بنابراین الان بسیاری از نهادهای بین‌المللی از طریق این جایزه در جریان فعالیت های ارزشمند مولوی عبدالحمید قرار میگیرند. بسیار متشکرم از شما، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح. خب سخنان خانم شیرین عبادی رو راجع به نقش مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از اصلی ترین رهبران همیهنان سنی ما در سیستان و بلوچستان رو شنیدید. من به دلیل محدود بودن وقت فقط به چند نکته اشاره میکنم. خانم عبادی در این مصاحبه که 6 سال پیش انجام دادن میگویند که کانون مدافعان حقوق بشر به تلاشگران حقوق بشر جایزه میده در ایران. یعنی منظور ایشون این بوده است که آقای مولوی عبدالحمید به کسانی که در جهت تحقق حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن جایزه میده. این جمله خودشونه: تلاشگران حقوق بشر ما جایزه میدیم. البته خانم عبادی در این گفتگوی تلویزیونی چند دقیقه‌ای به نکات دیگری هم میپردازن که ورود به این بحث
تا یه حدی محدودیت وقتی رو برای من بیشتر ایجاد میکنه. در پاسخ به یکی از پرسش های پرسشگر این مصاحبه میپرسن ازشون که شما در گذشته به آیت الله منتظری، با آقای صحابی، با آقای تقی رحمانی، با آقای امیر انتظام، زنده یاد، و دکتر ملکی اگر اشتباه نکنم به اصطلاح این جایزه رو اهدا کردی، ولی مولوی عبدالعزیز آیا در طیف اینا قرار داره؟ خانم عبادی میگن نه، به هیچ وجه. اگرچه در همون ابتدای سخنشون میگن ما به کسای جایزه به اصطلاح حقوق بشر قانون مدافعان حقوق بشر رو میدیم که دارن در جهت تحقق حقوق بشر تلاش میکنن، بنابراین این تناقض وجود داره. ضمن اینکه همینجا باز این نکته رو اشاره بکنم که قانون مدافعان حقوق بشر در ایران طبق همین نکاتی که در این گفتگو مطرح میشه به کسانی به اصطلاح این جایزه رو داده که آیت الله منتظری زمانی که این جایزه رو گرفتن در قید حیات نبودن و احتمالاً هم آقای صحابی هم زندیات همینطور، به دلیل اینکه ایشون میگن از سال 1986 ما این جایزه رو شروع کردیم دادن. اما نکته که در اینجا هست این سوال رو به وجود میاره که به غیر از آیت الله منتظری بقیه دوستان، آقای تقی رحمانی، آقای امیر انتظام، عرض کنم که آقای صحابی، اکثرا از اعضای نهضت آزادی ایران بودن و به عبارت دیگر اکثرا از عناصر وابسته به نیروهای ملی مذهبی بودن. بنابراین سیاست این قانون متاسفانه مانند سایر احزاب و سازمان‌های سیاسی، نه حقوق بشری، که همگی اونها فرقه هستند و بر اساس معیارها و ارزش‌های فرقه‌ای عمل می‌کنن، این جایزه رو به کسانی دادن که نزدیکی فکری با خودشون دارن. البته آیت الله منتظری یک فرد روحانی بوده، عضو نهضت آزادی نبوده، در طیف گروه‌های ملی مذهبی هم نمیتونیم ایشون رو به حساب بیاریم، اما بقیه اون دوستان از این دست هستن. بنابراین این یکی از ایرادات اساسی است که ما ایرانی ها داریم، یعنی در هر موقعیت و جایگاهی که قرار بگیریم اقوام و وابستگان و همنظران خودمون رو ازشون حمایت میکنیم و دیگران رو دشمن میدونیم و اگر در بهترین حالت دیگران رو رقیب بدونیم، برخوردی که با رقبای سیاسی خودمون میکنیم دقیقاً برخوردی است که دشمنان دو گروه با هم انجام میدن. همدیگر رو نمیبینن، همدیگر رو حذف میکنن. من اینا رو در حاشیه گفتم تا این انتقاد خودم رو در همین برنامه به قانون مدافعان حقوق بشر در ایران که خانم شیرین عبادی از اعضای مؤسسش بوده رو بیان بکنم. ضمن اینکه اسم هر عزیزی رو که در این برنامه میارم، اونها این حق رو دارن که در همین برنامه تشریف بیارن و در خصوص انتقادات بنده پاسخ بدن و استدلال کنن که چرا کارهایی که کردن درسته. اما به دلیل باز کم بوده وقت در اینجا اون چرا که خانم شیرین عبادی در رابطه با مولوی عبدالحمید گفته است رو با همدیگر میشنویم. منتها این ویدیو همین چند هفته پیش در یکی از سخنرانی‌های عبدالحمید، نه چند هفته پیش، همین چند روز پیش که طالبان افغانستان رو اشغال کرد و مولوی عبدالحمید در نماز جمعه در سیستان و بلوچستان در حضور مردم این منطقه از طالبان دفاع میکنه و میشنویم که چگونه مولوی عبدالحمید که تلاش میکنه در سیستان و بلوچستان مسائل حقوق بشر رو جا بیندازه. در این ویدیو میبینیم که او در مورد حقوق بشر چی میگه و در مورد طالبان چه
چه مطالبی رو بیان میکنه. با هم این ویدیو رو میبینیم. و طالبان با مبارزه جهادی و قربانی جهادی سبب شدن که کشورهای که از راهای دور آمدن غربی ترک کن افغانستان را، و الان که پیشرویشون خیلی سریع شده توی افغانستان و بخش اعظم و بخش بزرگ افغانستان گرفتن، معلوم میشه که طالبان ریشه مردمی دارن، و اگر حمایت های مردم افغانستان همراهشون نبود، امکان نبود که کسی با این سرعت پیشروی بکنه. و خواسته بزرگ و هدف بزرگ طالبان انطور که خودشون مطرح میکنن اجرای شریعت هست. میگم میخواهند که شریعت محمدی را اجرا کنن توی افغانستان، و من به جرات اینجا میتوانم بگم و حاضرم که سوگند هم بخورم که هیچ نظامی و هیچ حکمی در دنیا بهتر از حکم قرآن نیست و بهتر از سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرم که سوگند بخورم اینجا که هیچ سیره بهتر از سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیست. طالبان این خواستهشون قابل درک برای مسلمان، قابل درک برای ملت افغانستان، قابل درک برای همه احزاب و گروه ها و جماعت ها در افغانستان، قابل درک برای همسایگان، و ما همسایه هستیم. بر منهاج آن حضرت، بر منهاج آن حضرت اینها حکومت کردن باشه، معتقدم اعتقاد بنده است. اشعار نیست که در افغانستان چنان امنیت بیاید که در دنیا بی نظیر بشه. برای قوم مؤمن چی چیزی بهتر از حکم الله است؟ حرف دنیا رو قبول نکنید. بین حرفهایی که دنیا میزنند، من میشنوم این چند روزه که تحلیل ها را، هیچ تحلیل بی‌طرفانه نیست، اکثر تحلیل ها بالاخره یک جانبه تحلیل میکنند. طالبان ظرفیت نشان داده این بار، این طالبان سابق نیستن. همونطور که خودشان میگن عفو عمومی اعلام کردن، با قاتلان خودشان هم کار ندارن، اینطور گفتن کسانی که با اونا جنگیدن کار ندارن. این خیلی چیز خوبی، ظرفیت خیلی خوبی است، و به هر جا که رسیده حکم خدا را اجرا میکنن. وقتی که آیه قرآن عظیم و شان مطرح، شریعت اسلام مطرح، دین مطرح، چیز خوبی است. حقوق بشر هم چیزی است که اسلام جلوتر از حقوقی که امروز توی دنیا مطرح به عنوان حقوق بشر. ما حاضریم به بحث بگذاریم این مسائل، ولی یک معارض خاص اختلاف هست، ولی اسلام در خیلی جا جلوتر از حقوق بشری که امروز در بین ملت ها هست و سازمانهای حقوق بشری مطرح میکنن. و من معتقدم که اگر قرآن در افغانستان نافذ بشه، تو افغانستان نور میآید، تو افغانستان رحمت میآید، تو افغانستان هدایت میآید. اگر ظرفیت قرآن، اگر ظرفیت و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله خلفای راشدین باشه. سخنان آقای مولوی عبدالحمید در این ویدیوی کوتاهی که دیدید نکات بسیار مهمی رو درش هست که خانم شیرین عبادی هم باید بهش بپردازن. یه نکته خاطرم رفت که در صحبت‌های خانم شیرین عبادی در مصاحبه‌ای که میکنن میگوین که ما تمام فعالیت‌هایی که میکنیم رو به زبان انگلیسی در اختیار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هم قرار میدیم. یعنی در خصوص افرادی که کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بهشون جایزه حقوق بشر میده، گزارش تهیه میشه به زبان انگلیسی و اونا معرفی میشن به سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین‌المللی که اینها چه افرادی هستن و تا چه اندازه نقش مثبتی رو بازی میکنن. اما
پاسخی که یا صحبتهایی که آقای مولوی عبدالحمید در این سخنرانیشون در نماز جمعه همین هفته گذشته به احتمال زیاد مطرح میکنن، اولا میگویند که حقوق بشر رو قبول ندارند. میگویند که اسلام به مراتب از حقوق بشر کاملتر و فراتره و ما هر کجا بریم از جمله میگوید که طالبان حقوق اسلام رو و حکم شریعت و حکم قرآن رو اجرا میکنه. پیش از اینکه به این مطالب بیشتر بپردازم، در همین سخنرانی آقای مولوی عبدالحمید در جای اشاره میکنه که طالبان به هیچ عنوان با به اصطلاح مخالفین خودش با خشونت رفتار نمیکنه، دین رحمت، تمام اون چیزایی که خمینی پیش از پیروزی رسیدن مطرح میکرد، آقای مولوی عبدالحمید در اینجا بهتر از خمینی مطرح میکنه، بهتر از آقای رئیسی مطرح میکنه و بهتر از خامنه ای تبلیغی که برای حکومت اسلامی میکنه. برای اینکه نشون داده بشه که آقای مولوی عبدالحمید احیانا یا بیخبر از اینکه طالبان چه کار داره میکنه در افغانستان و یا اینکه به طور قطع میداند ولی آن را میپوشاند، با هم یه ویدیو رو میبینیم. اما این نکته رو هم یادمون باشه که آقای مولوی عبدالحمید و تمام مولوی هایی که آخوندهای سنی رو میگن مولوی که در استان سیستان و بلوچستان که تعدادشون هم کم نیست فعالیت میکنن، در شهرهای مختلف در این استان بزرگ، تمامی اینها و اکثر اینها در مدارسی درس خوندن که در پاکستان و اعضای گروه طالبان و القاعده هم در همون مدارسی که در پاکستان هست درس خواندند. یعنی مولوی ها روابط بسیار تنگاتنگی با اعضای طالبان در افغانستان دارند و به همین خاطره که برخی از اینها در همین حملاتی که در افغانستان صورت گرفته برای تصرف اشغال این کشور توسط طالبان رفتن به کمک اونها هم رسیدن. اما باز به خاطر اینکه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران متوجه بشن که از چه کسی حمایت کردن و به چه کسی این جایزه حقوق بشر رو دادن، به این ویدیو نگاه میکنیم که آقای مولوی عبدالحمید میگه که با دشمنان و گروه های به اصطلاح غیر خودی با رحمت اسلامی برخورد میکنن و این طالبان دیگه اون طالبان قبلی نیستن، نمیکشن، از بین نمیبرن، خشونت به خرج نمیدن. این ویدیو به زبان انگلیسی است، پخش میشه و نشون میده که چگونه طالبان همین چند هفته پیش تعدادی از نظامیان و سربازان افغانستانی که در حمله گروهی از طالبان به پایگاه اونها تسلیم میشن و حاضرن اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن و تسلیم طالبان بشن، چگونه اینها رو به قتل میرسونن، با همین ویدیو رو میبینید. After over 2 hours of heavy fighting, all ammunition spent, Afghan commandos walk out with hands in the air. Surrender, commando, surrender, yells a Taliban member. But the rules of war don't exist on this battlefield. Seconds later, more than a dozen members of the elite special forces have been executed. Sources confirmed the bodies of 22 commandos were retrieved. A villager pleads with the Taliban to stop shooting, asking, "How are you Pashtun and you're killing Afghans?" CNN has spoken to 5 eyewitnesses to this massacre, which occurred last month in Jalalabad, a district of Faryab province in northern Afghanistan. All confirm these events took place.
The commandos called for air and ground support, but none came, says this local resident. Then they surrendered, but the Taliban just shot them. Among the dead, 32-year-old commando Sohrab Azimi, the son of a retired Afghan general. This born leader did his military training in the United States and was due to marry his American fiancé next month. His father said Sohrab tried to call in air support during the attack, but it never came. Anyone would be angry if that happened to their son, he tells me. Why didn't they support the operation, and why did someone tell the Taliban they were coming? Ever since the US announced its withdrawal, an emboldened Taliban has launched offensives across the country. The militants have gone to great lengths to show they're accepting the surrender of Afghan troops. But that PR effort is contradicted by the commando execution. A week before the massacre, this video was taken of Afghan special forces in the same district attempting a clearing operation. When that mission proved unsuccessful, Sohrab's unit was called in. The Taliban said when foreigners leave, they will stop fighting. عذر میخوام. خب دیدیم که وقتی این سربازهای افغانستانی که تحت تعلیم و آموزش ارتش امریکا در افغانستان بودن و طالبان به یکی از پایگاه اونها نزدیک میشه، اونها رو محاصره میکنن و اونها از مقر خودشون بیرون میان، تسلیم میشن. 22 نفر بودن در بین اونها، جوانهای بسیار ارزنده‌ای بودن که در ارتش ملی خودشون خدمت میکردن و تسلیم طالبان میشن. ولی طالبان بدون توجه به کوچکترین ارزش‌های انسانی و حقوق بشری اونها رو به رگبار میبندن و میکشن و این اون مسئله است که کسی مانند آقای مولوی عبدالحمید داره از طالبان تعریف میکنه که دیگه طالبان اون طالبان سالهای گذشته نیست که سر ببرد و نمیدونم اعدام بکند و سنگسار بکند، در صورتی که در همین زمان ما میبینیم که چگونه طالبان با افراد اسیری که در برابرش تسلیم شدن عمل میکنند. اما به خاطر اینکه موضوع مربوط به موضع‌گیری کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص مولوی عبدالحمید در اینجا کمبودی نداشته باشه، اجازه بدید به اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر در مورد مولوی عبدالحمید در عقایدش تجدید نظر کند. عنوانی است که همین یک شنبه گذشته این کانون در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید اطلاعیه را صادر کرد. دلیلش هم روشن بود که چرا این اطلاعیه صادر شده، چون فشار افکار عمومی این کانون رو موظف میکنه که در مورد کسی که بهش 6 سال پیش جایزه حقوق بشر دادن و مشخصا گفتن ایشون داره برای تحقق حقوق بشر در کشور ما در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکنه، باید توضیح میدادن. این اطلاعیه در چند پاراگراف منتشر شده که من پاراگراف آخر اونها رو براتون میخونم. در این به اصطلاح اطلاعیه اومده روزهای اخیر موضع‌گیری ایشان، یعنی موضع‌گیری آقای مولوی عبدالحمید برای دفاع از آقای رئیسی و نصرت الهی خواندن پیروزی های طالبان. آقای مولوی عبدالحمید میگن که پیروزی طالبان در افغانستان نصرت الهیه. میگن که حالا کانون مدافعان حقوق بشر میگن که موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر و طرفداران صلح شده است. من البته تاکید بیش از حد کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین خانم عبادی و اعضای دیگرش در رابطه با مسئله طرفداری از صلح و در همینجا بعداً یه توضیحاتی خدمتتون خواهم داد، چون مکررن این دوستان اشاره میکنن که مثلا اگر ما به فلان جایزه دادیم اینها خواستن جامعه رو به آرامش دعوت بکنن، خواستن که به اصطلاح هر حرکتی صلح‌آمیز باشن، خواست اینا از هر نوع خشونت پرهیز میکنن، که البته آقای مولوی عبدالحمید یکی از به اصطلاح دریافت کنندگان این جایزه حقوق بشر
الان با توجه به حمایتش از آقای طالبان نشون میده که تا چه اندازه به صلح و پرهیز از خشونت اعتقاد دارن. ادامه میدن که کانون مدافعان حقوق بشر دیدگاه و موضع گیری های اخیر ایشان را در تضاد با موازین حقوق بشر و صلح پایدار جهانی دانسته و اعلام میکند که چنین افکار و عقایدی را در راستای تهدید صلح و بست. این یه اشکال تایپی من همین الانم یادم رفت، چون با یکی از دوستان این کانون صحبت کردم، نمیخوام الان اسم ببرم، گفتن این بست یه کلمه دیگه گفتن که من الان خاطرم نمونده. میگه صلح و نقش حقوق بشر ارزیابی نموده و بر نمیتابد. در ادامه در این اطلاع کانون آمده است ما امید داریم آقای مولوی عبدالحمید با تجدید نظر در عقاید و مواضع اخیرشان نسبت به ایجاد نگرانی ها پاسخ مناسبی بدهند. واقعیت اینه که من تصور میکنم که توقعی که کانون میکنه در رابطه، حالا تحت فشار افکار عمومی اطلاعیه رو دادن که چرا به یک چنین کسی که از قاتلانی مانند طالبان داری حمایت میکنی و به طور رسمی تو خاک ایران تو یکی از استانهای مرزی همجوار با افغانستان که الان در اختیار طالبان هست، شما چطوری هنوز فکر میکنید که انتظار دارید از آقای مولوی عبدالحمید تجدید نظر بکنن؟ شما اگر عنوان کانون مدافع حقوق بشر هستید، همین الان باید مولوی عبدالعزیز رو به عنوان نماینده طالبان که جز خشونت، جز جنگ، جز سر بریدن، جز تجاوز به حقوق نیمی از جمعیت کشور افغانستان که زنان هستن، که نمیخوان اونا مدرسه برن، دانشگاه برن، در عرصه هنر، در عرصه ورزش فعالیت بکنن، شما باید در حد طالبان با اون برخورد میکردید. این چه معنی و مفهومی داره؟ آیا میخواید بگید که تجدید نظر کردید؟ از اینکه نسبت به مولوی عبدالحمید بهش جایزه حقوق بشر دادید نمیخواید بگید اشتباه کردید؟ چرا ما ایرانی ها در هر جایی که هستیم در هر مناسبات شخصی و غیر شخصی وقتی مرتکب اشتباه میشیم به جای اینکه شهامت این رو داشته باشیم بهم بگیم ما اشتباه کردیم، سعی بر توجیه هم میکنیم و سعی حتی در تعدیل کردن اون حرکتی میکنیم که پایه و اساسش غلط بوده، از روز اول اشتباه بوده که بنده به عنوان مدافع حقوق بشر جایزه حقوق بشر رو به فردی بدم که میگه احکام شریعت باید حاکم باشه در کشور، احکام قرآن باید حاکم باشه. خب احکام شریعت، احکام قرآن رو ما توسط گروه القاعده، گروه طالبان و در رأس همه اونها حکومت اسلامی ایران داریم میبینیم. احکام شریعت همه اینها، تمام جنایاتی که اینا مرتکب شدن احکام شریعت و احکام قرآنی است. من در مورد بد و خوبش از لحاظ مسائل مربوط به باورهای مذهبی بحثی ندارم در اینجا بکنم، ولی شما به عنوان یک گروه طرفدار حقوق بشر چگونه میتونید به یک چنین فردی شما جایزه بدید و بعد وقتی که تحت فشار افکار رو قرار میگیرید؟ البته من یک قدم مثبت میدونم از طرف کانون مدافعان که این اطلاعیه رو دادن، اما صراحتی در این اطلاعیه وجود نداره. یعنی هنوز کانون مدافعان امیدوار هستش که آقای مولوی نماینده طالبان در ایران تجدید نظر بکنه. آیا کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همین سخنان آقای عبدالحمید، مولوی عبدالحمید رو در نماز جمعه هفته گذشته بیان کرده در سیستان و بلوچستان رو نشنیدن؟ آیا این به معنای این استش که از کسی مانند مولوی عبدالحمید میشه انتظار داشت که تجدید نظر بکنه؟ ویدیوهای زیادی هست که وقتی مولوی عبدالحمید به شهرها و به اصطلاح مناطق مختلف سیستان و بلوچستان مسافرت میکنن، با چه اسکورتی و با چه استقبالی از سوی طرفداران خودش قرار میگیره. همونطور که عرض کردم مولوی عبدالحمید در منطقه سیستان و بلوچستان و در بین سنی های این منطقه به عنوان یک حاکمه، به عنوان یک شخصیتی است که میتونه
با یک فتوا دادن مردم این منطقه رو از این سو به اون سو هدایت بکنه، کاری که تا به امروز کرده. از جمله این که آقای مولوی عبدالحمید در دورای انتخابات ریاست جمهوری در گذشته به مردم میگفت برید با آقای روحانی رأی بدید، برید با آقای خاتمی رأی بدید، این بار در فاصله چند ماه گفت برید با آقای رئیسی رأی بدید. معناش اینه که مولوی عبدالحمید در درون این حکومت در ارتباطات مرعی و نامرعی قرار داره و امروز با توجه به موضع‌گیری سید ابراهیم رئیسی و تمام رهبران این حکومت نسبت به طالبان که اون رو به طور تلویحی و به طور مستقیم و غیر مستقیم ازش استقبال کردن، آقای مولوی عبدالحمید هم استقبال میکنه. سالها طول خواهد کشید که روابط پنهان مولوی عبدالحمید با آقای خامنه‌ای و رئیسی و باندهای مافیایی درون این حکومت برملا بشه که چگونه اینها دست در دست هم در جهت فریب مردم ایران چه سنی و چه شیعه با هم همکاری داشتن. حتی اگر در دوره‌هایی از طرف حکومت مرکزی که به دست شیعیان هست برخی از رهبران سنی هم مورد غضب قرار بگیرن، افراد وابستگانشون به قول خانم شیرین عبادی بازداشت بشن و به زندان برن. حتی اگر این رژیم در بین به ظاهر مخالفین و منتقدین خودش افرادی رو بگیره به زندان بیاندازه و حتی اونها رو آزار بده و بعد اونها رو رها بکنه به عنوان اپوزیسیون در بین ما ایرانی ها ظاهر بشن. سازمان اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی ایران یک سازمان اطلاعات و امنیت ساده نیست. پیچیدگی این سازمان جهنمی خیلی فراتر از سایر سازمان‌های امنیتی است که در دنیای امروز وجود داره و به همین خاطره که تا زمانی که اپوزیسیون ایران صاحب یک اتاق فکر نشه و تمام روابط و مناسبات حکومت اسلامی رو با عناصر وابسته و غیر وابسته، روابط پنهان و آشکار جمهوری اسلامی رو با گروه طالبان و القاعده و داعش و فاطمیه و تمام این گروه هایی که جز سربریدن و جز تجاوز به مردم راه دیگری رو در تمام طول فعالیت هاشون طی کردند و عمل نکردند رو ما نمیتونیم چیز دیگری ببینیم. اون اتاق فکری که بتونه تمام این جزئیات رو بررسی کنه و بتونه به موقع مردم رو مطلع بکنه که چه اتفاقی داره در ایران میفته، چرا دولت آقای رئیسی امروز با آقای مولوی عبدالحمید هم صدا شدن. و برمیگردیم به این سوال، در صورت پیروزی طالبان در افغانستان چه اتفاقی در ایران میفته؟ بازی‌های بسیاری در پیشه که به طور قطع نمیشه در مورد همگی اونها از الان حرف زد و نظر داد. گمان زنی میشه کرد. اون چی که امروز مشخصه و مهمه حکومت اسلامی ایران، دولت آقای رئیسی با طالبان رابطه داره و آقای مولوی عبدالحمید دریافت کننده جایزه حقوق بشر از طرف کانون مدافعان هم با طالبان رابطه داره. عرض کردم اینا توی یه مدرسه تو پاکستان درس خوندن و روابط ریشه‌ای و عمیق فکری، ایدئولوژیکی و مذهبی و سیاسی دارن. اینها نشون دهنده چیست؟ نشون دهنده این است که اگر در عرصه مسائل سیاسی منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران نتونه با آمریکا و اتحادیه اروپا به توافق برسه و نتونه منافع خودش رو تامین بکنه، طبیعتاً وجود طالبان و القاعده و حشد الشعبی و گروه‌های از این دست حزب الله و حماس و غیر و ذالک
اینها تبدیل به یک بلوک قدرت در منطقه میشن و وجود یک چنین بلوک قدرتی طبیعتاً میخواد در برابر امریکا، در برابر غرب، در برابر حقوق بشر و همه این چیزها و دموکراسی بیسته. جناب آقای مولوی عبدالحمید میگوین من این خارجی ها رو دارم، این بحث های خارجی ها رو گوش میکنم. به اینا گوش نکنید، به این حقوق بشری ها گوش نکنید، این تحلیل ها غلطه. طالبان اومده که با صلح و آشتی و عدالت برقرار بکنه. میگه که این نیرو در بین مردم افغانستان پایگاه داره. البته که پایگاه داره، ولی نمیگه پایگاه این نیروی اهریمنی جهنمی چه کسانی هستن؟ ناآگاهی، عقب ماندگی های فرهنگی. طبیعی است که باعث بشه که در منطقه گروهی مثل طالبان طرفدار داشته باشه، کما اینکه در کشور ما در سیستان و بلوچستان هم هست. این به معنای توهین و بی احترامی به طرفداران مولوی عبدالحمید نیست، این واقعیته. کسانی که تو نماز جمعه که ایشون امام جمعهش هست و در برابر هر جمله ایشون تکبیر میگن، اینا طرفدار خشونت و آدمکشی هن، طرفدار امارات تشکیل امارات اسلامی هن، حکومت اسلامی در سراسر کشورهایی که در منطقه هستن و به عنوان کشور اسلامی ترقی میشن. و متاسفانه در جامعه‌ای مانند ایران با تمام سوابق تاریخی، با وجود انواع و اقسام احزاب و سازمان‌های سیاسی، مراکز فرهنگی، نهادهای فرهنگی و نهادهای مدنی، ما موقعیت خوبی نداریم. موقعیت خوبی رو نداریم به این دلیل که روشنفکران ما، حقوق بشری ما هنوز تعریف درستی از حقوق بشر ارائه ندادن. میگن هر کی طرفدار صلح، هر کی طرفدار به اصطلاح جلوگیری از برخوردهای خشونت باره، ما به اون جایزه میدیم و اون طرفدار حقوق بشره. در صورتی که در نهایت این پرسش وجود داره در برابر کسانی که خودشون رو مدافعان حقوق بشر میدونن، در برابر گروه طالبان چه کار باید کرد؟ در برابر خشونت و تهاجمی که جمهوری اسلامی ایران توی 43 سال پیش انجام داد، از روز نخست که کارگزاران و وابستگان و نظامیان وابسته به رژیم گذشته رو بر روی مدرسه علوی اعدام کرد و تا تابستان 67 هزاران نفر رو کشت و تا به امروز همچنان میکشه و زندانی میکنه و شکنجه میکنه، چه کار باید کرد؟ متاسفانه به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم و در این خصوص صحبت‌های بیشتری رو با باید انجام بدیم و همدیگر مورد پرسش و سوال قرار بدیم، صادقانه و صمیمانه. ما چه کار داریم میکنیم؟ طالبان رسیده به پشت مرزهای کشور ما و در داخل کشور طرفداران بسیار مهمی رو داره، از حکومت و دولت رئیسی گرفته تا جامعه سنی حداقل در استان سیستان و بلوچستان. آیا این نظر در مناطق سایر سنی نشین کشور ما هم شکل خواهد گرفت؟ که در اون صورت وا مصیبت ها. اجازه بدید تا برنامه دیگر با شما خداحافظی بکنم. شاد و پیروز و سلامت باشید.